درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 15 اسفند ماه همراه ما باشید. رابرت کالویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه‌ای در ژنو خواهان تحقیقات درباره کشته شدن سوختبرها در استان سیستان و بلوچستان ایران شد. آقای کالویل میگوید احتمالاً حدود 23 نفر از معترضان اخیر و از کسانی که سوخت حمل می‌کردند که همگی از اقلیت بلوچ هستند در استان سیستان و بلوچستان در اثر اقدامات خشونتبار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران کشته شدند. کمپین حقوق بشر در ایران انحلال جمعیت امام علی را گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های مؤسسات و نهادهای مستقل و مردم نهاد در ایران عنوان کرد. موضع‌گیری این کمپین پس از آنکه جمعیت امام علی در توییتر خود از صدور رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال این جمعیت خبر داد مطرح می‌شود. شکرالله سلمانزاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با انتقاد از عادی انگاری مردم و مسئولان با وجود شرایط قرمز خوزستان بر لزوم تعطیلی چند هفته‌ای این استان تاکید کرد. او گفت در محدوده 3 شهرستان حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان شامل آبادان، خرمشهر و شادگان روزانه به طور متوسط 200 تا 220 مورد بیمار سرپایی مبتلا به کرونا شناسایی و 50 مورد نیز بستری می شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین گفتگوی تلفنی خود با کامالا هریس معاون ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که کشورش هرگز نخواهد گذاشت جمهوری اسلامی هسته‌ای شود. کاخ سفید نیز اعلام کرده خانم هریس به بنیامین نتانیاهو اطمینان داده دولت جو بایدن نسبت به امنیت اسرائیل تعهد تزلزل ناپذیر دارد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل نیز فاش کرد ارتش اسرائیل در حال به روز رسانی نقشه های حمله خود به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است. گروه ائتلاف به رهبری عربستان میگوید که 4 پهپاد حامل مواد منفجره را که به طرف خاک عربستان در پرواز بوده نابود کرده است. در همین حال نیروهای حوثی میگویند بامداد امروز به مناطقی در جنوب عربستان سعودی حمله کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز جمعه 15 اسفند ماه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. این نخستین دیدار یک پاپ از عراق و اولین خروج پاپ فرانسیس از اروپا پس از اعمال محدودیت‌های کرونا در این قاره است. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در فرودگاه بغداد از پاپ در آغاز این سفر تاریخی استقبال کرد.